سرم خاک کف پای حسین است، دلم مجنون صحرای حسین است، دلم مجنون صحرای حسین است. قبره فی قلوب من والا، قبره فی قلوب من والا، قبره فی قلوب من والا. بهشت ارزانی خوبان عالم، بهشت ارزانی خوبان عالم، بهشت من تماشای حسین است. بسم الله الرحمن الرحیم. گفتیم آقا سید الشهدا سلام الله علیه هنگامی که میخواستن از مکه خارج بشن خطبه ای خواندن. الحمدلله ما شاء الله ولا قوة الا بالله و صلی الله علی رسوله. و سپس یادآوری مرگ کردن و اظهار داشتن که مشتاق دیدار نیاکانشون هستن، همچنانی که یعقوب نبی مشتاق دیدار یوسف بود. بعد حضرت در اون خطبشون فرمودن که از قبل زمینی که باید شهادتگاه من باشد و پیکر مرا در خود جای دهد انتخاب شده است، باید خود رو به اون زمین برسانم. و گویی میبینم که در زمین کربلا بند مرا گرگان بیابانها در نواویس از هم جدا میسازن و شکمهای خالی خود را پر میکنن و برای آدمی گریز از تقدیری که قلم قضای الهی رقم زده مقدور نیست. هر چه رضای خداوند است، رضای ما خاندان رسالت در آن است. یعنی ما 100% مطیع خدای متعال هستیم و دنبال رو رضای الهی، در پی رضای الهی. بر بلای الهی این آزمون بزرگ و خطیر صبر می کنم و اجر صابران با خداوند کریم است. آنان که با رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم خیشاوندی دارند از او جدا نگردند و در بهشت در محضر او خواهند بود و چشم پیامبر عظیم الشأن اسلام به دیدار آنها روشن می شود و این وعده خداوند است که در او خلافی نیست. یا حسین آرزوم به وقت مرگ جای کفن به دار من، پیراهن عزای تو برام بشه مثل کفن، روی سنگ قبر من نوشته شه به خطش، این حسینی بوده و اسیر بانوی دمش. یا حسین روحی فداک، یا حسین روحی. بعد حضرت می‌فرمایند هر کس می‌خواهد جان خیش را در راه ما فدا کند و خود را برای لقای پروردگار خود آماده می‌بیند با ما همسفر شود که من صبحگاهان حرکت خواهم کرد ان شاء الله. که در این خطبه درس‌های زیادی است و در انتهای اون که حضرت خبر میدن که اون کسانی که آماده جانفشانی هستن، اون کسانی که آمادن جانشون رو در راه رضای خدا تقدیم دارن، اونها با ما هم سفر شدن
و اونهایی که خودشون رو برای لقای خدای متعال آماده میبینن اونها حرکت کنن و با ما هم سفر بشن. دارد که راوی میگه آقا حضرت سید الشهدا سلام الله علیه در حالی که با عبدالله ابن زبیر به صورت محرمانه سخن میگفتن خطاب مردم فرمودن، ابن زبیر میگوید کبوتری از کبوتران حرم باش، یعنی پسر زبیر توصیه میکرده به آقای امام حسین که آقا شما در کنار حرم باش، کبوتری از کبوتران حرم باش. اما حضرت فرمودن اما من دوست دارم به هنگام کشته شدن فاصله ام تا خانه خدا به اندازه درازی دستم باشد که آن نزد من بهتر است از این که به مقدار یک وجب باشد و در نزد من چنان است که اگر در طف که همون اشاره به کربلاس محلی است که آقا در اون شهید شدن، اگر در طف کشته شوم بهتر از آن است که در حرم کشته شوم. و این به خاطر حرمتی است که امام علیه السلام برای خانه خدا قائل است و برای حفظ این حرمت و قداست معتقد است که به هنگام شهادت هر چه فاصله اش با حرم بیشتر باشه بهتر است. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.